Kargı yanlar. همش اون لحظه شلیک موشک به هواپیما رو تصور میکنم که نگار چقدر ترسیده بوده، رگای پیشونیش چجوری برجسته شده بوده و خیلی دوست داشتم که نگار در اون لحظه خواب باشه، چون بچه ها خیلی خسته بودن، ولی متاسفم که نه خواب نبوده و حتما خودش رو در آغوش الوند انداخته بوده و همدیگر رو بغل کرده بود. وای یا فاطمه زهره، این چی بود؟ وای مهدی، این چیه؟ مهدی یه جلو زدن. بعد از اینکه بچه ها از همون خدافزی کردن و رفتن، ما برگشتیم منزل و خوابیدیم. دختر خاله نگار به پسرم زنگ زد و گفتش که هواپیمای اوکراینی سقوط کرده. حمید رضا اومد و در اتاق رو باز کرد و گفت مامان بابا اصلا نگران نباشید، ناراحت نشید، ولیکن هواپیمای بچه ها سقوط کرد. رفتیم به سمت شاهدشهر، گفتم بریم سمت شاهدشهر، بلکه بچه ها رو بتونیم زنده پیدا کنیم و رسیدگیشون بکنیم. اونجا شدیداً تحت نظر بود و به همون اجازه ندادن که وارد محوطه بشیم، یعنی یه صف طولانی، یک فضای خیلی طولانی رو نیروهای امنیتی و سرباز و اینا گرفته بودن و محدود کرده بودن و اجازه نمیدادن که کسی وارد اون محدودش که هواپیما سرنگون شده بود بشه. نگارم دلتنگتم، من آغوش تو رو میخوام، من بوسه تو رو میخوام، من روح شاد تو رو نمیخوام، به درد من نمیخوره، من حضور فیزیکی بچه هامونو میخوام، من آغوش الوند رو میخوام. زمینی که هواپیما رو دیدن، یعنی هم فیلمش دیدن هم شاهدان دیدن که این هواپیما آتیش گرفته اومده به زمین خورده، این دیگه نمیتونه بس انفجار غیر عضلی توش باشه. بعد از اون سه روز که مشخص شدش که هواپیما رو زدن با موشک، ما گردن از مو باریکتره، دیگه همه یک خشمی هم به سوگواری ما اضافه شده بود، یه خشمی که
بچه های ما توی آسمان وطن دوچار یه همچین جنایتی در واقع شدن و آتش درون ما دو صد چندان شده بود و از همون زمان بودش که تصمیم خودمونو گرفتیم برای اینکه پیگیر این مسئله باشیم و ببینیم که چرا به چه دلیل این اتفاق افتاده، این سرنگونی انجام گرفته، چی کسی دستور این جنایت رو داده. نمیبخشم که تمام زندگی ما رو ازم گرفت، مشاورم رو از دست دادم، دخترم رو از دست دادم، همدمم رو از دست دادم. نگار روزی دو بار با من ویدیو کال میکرد، صبح که از خواب بیدار میشد و شبا که میخواست بخوابه. و الان 2 سالی که من محروم شدم از این، از دیدارش. ولی فکر نکنه جمهوری اسلامی که ما فقط گریه میکنیم و آه و ناله میکنیم. نه، ما الان از هر روز دیگه قوی تر شدیم. ما خانواده ها هرچی جلوتر میریم با همدیگه همبسته تر هستیم، همبستگیمون رو حفظ کردیم و فراموش نمی کنیم، نمی بخشیم و دنبال دادخواهیمون هستیم. به مسببین این جنایت میگم ننگ بر شما. به امید این اون روزی زنده هستم که ببینم سرنگونی شماها رو، ببینم که مردم عزیز ما آزاد شدن از دست شما جنایتکار. فقط به این امید زنده هستم که حقیقت افشا بشه، مجازات بشید و سرنگونیتون آرزو میکنم. داره میاره توی سینه‌اش جان جان جان، توی سینه‌اش جان جان، یه جنگل ستاره داره جان جان، یه جنگل ستاره داره، یه جنگل ستاره داره جان جان، یه جنگل ستاره داره. صدای آمریکاست.